به نام یاد خدا، سلام بر شما مخاطبان عزیز. امروز 21 آگست و برابر با 30 هست. مخاطبان عزیز، اول سلام بر شما تقدیم میکنم، سلام های گرم و نرم. امیدوارم است هر جا که هستین صحتمند و سرحال باشین. ثانیاً به خاطر دارن که بعد از انفجار مکتب سید الشهدا هزاران نفر به صورت خودجوش کمک کردن به خاطر تداوی زخمی ها و رسیدگی به خانواده شهدا. در این جمع کمیته و ستاد رسیدگی به خانواده شهدا و زخمیان مکتب سید شهدا ایجاد شد که در رأس آن دکتر سید باقر سعیر، آقای صداقت و همچنان شریف و تندوس بود و با همکاری شخص خودیم و سنترال افغانستان که ما کمپین کردیم و دوستا توانستن بر از اونا میلیون ها افغانی پول جمع بکنن. ما در 23 گزارش قسمت اعظم و اکثریت پول شما را توزیع کردیم، اما هنوز هم یک بخش از پول های شما مانده بود و گزارش ها را هم ما تا به حال اگر نهایی نکردیم حسابدهی را، به خاطر عزیز که این پول هنوز هم یک مقدارش مانده بود و ما حسابی کلر تا بالا ترسیم بر شما بیتیم کلی را. در این 23 گزارش کسایی که کمک دریافت کردن نامش خوانده شد و فیلمش منتشر شد، کسانی که پول روان کرده و در این مدت کسی سوال نکرد که نصیر پول کجا شد، تو توزیع کردی نکردی، فقط همون که نامشون خوانده شد فکر کرد خلاص شدن. اما نه، ما در ماه سرطان دوستای عزیز 1 میلیون افغانی را اختصاص دادیم که 500,000 شو بره در لالوسر جنگل، 500,000 دیگه شو بره در پاتوی دایکندی. او زمان هم جنگ در پاتو بود هم در لالوسر جنگل و هیچ گوش سو خودم نکرده بودیم مناطق. در لالوسر جنگل متاسفانه پیسه روان نشد و تا زمانی که سقوط کرد و همه چیز گدبد شد که ما وجدانن پیش مردم لالوسر جنگل شرمنده هستم. مشکلاتی که در کابل پیش آمد سلسله موردهایی بود که آقای صداقت اون جنجال خیس که رفت طرف بامیان، به خاطر اینکه بامیان جنگ و درگیری بودن، اون نبود کابل و پیسر پیش کسی دیگه مانده بود، نشد کنه او برای از رو مردم برسه که ما واقعا پیش مردم لالوسر جنگل شرمنده هستم، از همشون پوزش میخوایم، ولی پول نرسید. اما 500,000 پولی که ما برای مردم دایکندی روان کرده بودیم، من اینجا فیلمش هم برای شما دوستای عزیز روان میکنم، چی نشر میکنم. آجی صاحب محمدی رو شما باز در تصویر میبینید، کسی که پول تحویل گرفته حاجی محمدی از بزرگای پاتو هست. ما حداقل با 10-12 نفر از مردم پاتو صحبت کرده بودم که ما دک پول دکی بتیم. کلگی ما گفتم که نیمی نفر پارسال هم جمع کرده بود و او وقت حساب خوب داده بود، اینا لی دمزی بتیم یا کس دیگر شما در نظر دارین. اونا کلا تایید کردن که حاجی محمدی رو بتید، درست است و ما پیام چند از اونا رو هم دارم. حاجی محمدی رو 500,000 افغانی برش دادیم، این آدم برای ما این ویدیو رو هم راون کرده که شما ببینید و این را به خاطر از این تابال نشر نتانستیم که ما منتظر پیسه لالوسر جنگل بدیم. هر روز ای از یه هفته ده هفته بعد، یه هفته بعد، یا سبا دیگه سبا، دو روز بعد، سه روز بعد، که این مشکلی که در کابل است آقای صداقت خودچینی مشکل حل شود که این پیسه در دسترس دوستای دیگه قرار بگیره که امو پیسه روان شود در آقای لالی از نمایندگان مردم لالوسر جنگل برای ما معرفی شده بودن، برای او باید تحویل داده میشد یا حواله میشد که هر روز تال خورد به خاطر ما نتونستیم پول ارسال بکنیم. بعدش هم همه جا سقوط کرد و گدبد شد که نشد که وقت چمنال که کلیپ ها برای شما نشد بکنم. این کلیپ شما که بار ببینید دوست عزیز. امروز تاریخ برابر است با دوزده سرطانی سال 1400 برابر با تاریخ 3 جولای 2021 میلادی. مبلغ 500,000 افغانی را نصیر موحدی و داوود صداقت با وسیله زمان پناهی برای مردم پول جمع کمک های دوستان مقیم هامبورگ و آلمان است که توسط قاری احمدی ارسال شده بود در مرکز ولایت دایکندی به شهر لیلی رسیده. دیگر تقدیر و تشکری میکنیم از دوستانی که کمک کرده این مردم جنگ زده و همچنان تلویزیون سنترال افغانستان، تلویزیون مورد اعتماد مردم افغانستان می باشد که هیچ کمک رضایی نمی کنه و مقبوده و مکانه که قرار بود ارسال می شود ارسال می کنه. خب آجی صاحب محمدی از بزرگان پوتو 5 لگ افغانی را دوستای عزیز برش اونجا رسیده بود.
از جمله 5 لک افغانی دوست عزیز باید بگیم که 2500 افغانیش هزینه یام کمیشن ارسال پول از کابل تا دایکندی شده بودن، چون نفری که اونجا بود بسیار پول ناچیز گرفته بودن، و 4 لک و 97500 افغانی مستقیم نقد دست حاجی محمد رسیده بود. ما گفتیم 5 لک بگو، چون دوستایی که باز میشنوه شاید گیج بشه و که چطوری اینجا ما 5 لک گفتیم یا 4 لک چند گفتیم. ما خود اشاره میکنیم که 2500 افغانیش مصرفی مو ارسالش شده بود از کابل تا دایکندی را. و در اینجا ما این پول ها را که دوان کرده بودیم، چون دوستا شاید سوال کنه که این نیت شده بود برای خانواده های شهدا و زخمی در غرب کابل، چرا دوان جریان کردین؟ ما از برخ دوستایی که پول به صورت دست جمعی زیادتر روان کرده بود اجازه گرفتیم، اونا خودشون هم مشوره شمی بودن. از جمله باجی صاحب انور نظری رئیس اتحادیه سرتاسری هزارها دهالن، آقای صاحب همین جایی که سلام میشنوید سلام برخودید، 3800 یورو روان کرده بود که از جمله 5 لک افغانی 3800 یوروش از پیسی آجی انور و فامیلایش بوده و دوستایش بوده، امید اعضای اتحادیه بوده، کسایی که پول برش داده بوده. و ما با آجی صاحب صحبت کردم، چون که برای زخمی‌ها و شهدای دشت برچه به حدی کافی از طریق نهادهای مختلف کمک توزیع شده، چطوره که همون جریان کنیم؟ اینا قبول کردن، اجازه اونا رو هم گرفتن کسایی که برش کمک کرده بودن، بعد ما پول اون جریان کردیم. و یک مقدار دیگه هم از پول کمک‌های دوستای هامبورگ و جرمنی است که البته حاجی محمدی هم گفته ما اگه بگم تکرار میشه. در هر صورت انال 5 لک افغانی که قرار بود دلال و سر جنگل بره، دوستای عزیز 5 لک افغانی قرار بود دلال و سر جنگل برن نرفته، این 5 لک افغانی و یک مقدار پول دیگر نزد آقای صداقت هنوز هم باقی هست. آقای صداقت و باقر سید با هم دیگر این روز نشست داشته و فیصله کرده که اینی کمک‌ها رو بعد از این حداقل در مرحله اول 5 لک افغانیشون را که برای لالو سر جنگل در نظر گرفته شده بود ایرا باید داده شده برای امی بیجا شدگانی که در جنگ های روزهای اخیر آواره شده و اینا در دشت پکولم که کجا میگه در کابل است که بیش از 2500 خانواده است که هیچ کس و کار این کارگری نداره و حالا که کار هم نیستن کمک کننده بیرونی هم ندارن، شب روز مردم برای زیر نان پخته کده میبرن، از جاهای مختلف مردم خیرات در نظرات هرچی که داره جمع کده میبرن و اینا گفتن که ما بعد از این 5 لک افغانی اختصاص میتیم به امی که برای زنها 5 رو شد، 6 رو شد، 4 رو شد، 10 رو شد، هر قدر که شد برای زنها نان داده شود. معمولا مصرف هر نفر در یک وعده غذایی 40 افغانی هست. 40 افغانیش یعنی 50 سنت، 50 سنت کمتر از یک دلار. یک دلار یک وعده غذای دو نفر میشه در اونجا دوستای عزیز. اینی میره در نظر گرفته. اینجا توضیحات خود دکتر سید باقر سعیر میته، از زبان دکتر سید باقر سعیر شما دوستان عزیز ایره بشنوین. ما با شما خداحافظی میکنیم، ولی باز اشاره میکنم که کسی حق نداره که یک افغانی شما رو بخوره. کلگی از یادش رفته که بگه نصیر پول ما کجا شد، کسی از ما توال سوال نکرده با جز یک نفر، ولی ما تا آخر با شما هستم و برای شما حساب میتونم. تا زمانی که دوستای کابل برای من حساب داده من برای شما حساب میتونم و امیدوار هستم که انشالله خدا برای دوستای کابل توافق بده، تلاش هم زیاد کرده، انشالله امیر حساب کامل برای شما برسانم و توزیع شب حق به حقدار برسه که من برو بسم شما برسانم. نکته دیگر اشاره میکنم که پول کم و بیش اگر ماندن فقط پیش آقای صداقت مانده و پیش دکتر سید باقر سعیر اگر چیزی بسیار کم اگر مانده باشن و پیش آقای وطن دوست هیچ پولی از مردم نمانده. هر کس باز خودش در پایان با ما مصاحبه میکنه، اون رو وعده کردیم که تک تک حساب میده که برای خودش چقدر پول آمده بوده و این پول در کجا مصرف شده. این هم شما هم گپای دکتر سید باقر سعیر که پیرامون این وضعیت دشت پکولا صحبت کرده. ما البته یک نکته اشاره میکنم که در این ستاده که آزاداران حسینی ساخته و خیرات و نظرات مردم جمع میکنه و غذا مواد غذایی برای بیجو شدگان میرسانه، ما خود ما شریک نیستیم در کاروبارشی و در ثوابش متاسفانه شریک نیستیم، در توان ما نیست. ای کاش نزدیک بودیم که دست میدادیم ولی نیستیم. خب سمت افغانستان برای از ناروزی موفقیت میکنه، بنابراین اونا هم خودشون کمک جمع میکنه، هم خودشون حساب میده و هم خودشون مصرف و زحمت چرا از مردم جمع میکنه و بعدش گرفته. یعنی ما در اون قضیه داخل نیستیم ولی گزارش نشر میکنیم. سلام و درود خدمت شما آقای موحدی صاحب، امیدوارم خوب و صحتمند باشین. خدمت شما باز برسانیم که با شدت گرفتن جنگ ها در خصوصا در دو ماه اخیر عده زیادی از هموطنان ما و شما از ولایت های مختلف به شهر کابل مهاجرت شدن. روزهای اول اینا در پارک ها، در سرای شمالی، در پارک شهر نو اینجا شب و روزشان سپری میکردن. بعد از او تصمیم گرفته شد که اینا در دشت پدوله در یک جای بسیار دور از شهر برده شد، اونجا در ساختمان یک مکتب تا
تقریبا نیمه خرابه، در حدود 2500 نفر و در حدود 400 فامیل تقریبا زندگی میکنه. ما با جمع از علما، روحانیون، روشنفکران، استادان دانشگاه و جوانان رضاکار، همونطور که سال گذشته یک ستاد همانگی عزاداران حسینی تشکیل شد و سال گذشته خدا را شکر تانستیم با کمک مؤمنین و نظراتی که مؤمنین به این ستاد لطف کردن با مردم سلسله پروان همکار باشیم. امسال هم تصمیم بمی شد که با جمع از این همکارهایی که پیشتر نام گرفتم این ستاد دوباره احیا شود. ما در 5 محرم ستاد همانگی عزاداران حسینی را دوباره به وجود آوردیم و تصمیم مایی بود که این بار باید کمک ها و نظرات به بیجا شدگان داخلی جمع شود. متاسفانه تحولات کلان سیاسی کشور رخ داد، تمام مردم افغانستان در یک حیرت و در یک سردرگمی فرو رفتن و اصلا بحث بیجا شده ها کاملا از بین رفت و گونه از گناه ها دیگه مورد توجه قرار نگرفت. روز عاشورا ما با جمع از بزرگوارا و همکارای ما در ستاد هماهنگی از دادان حسینی یک مقدار نظرات که پخته شده بود او را به این هموطنهای خود رساندیم. متاسفانه اونجا متوجه شدیم که این بیجا شده ها در یک ساحه بسیار دور از کابل در دشت پدوله اونجا زندگی میکنند در وضعیت بسیار اسفبار. ادهشون حتی 2 شبانه روز غذا نخوردن و شدید نیاز به مواد غذایی دارن. باز تلاش کردیم که زمینه بیشتر و خوبتر مهیا شود. با علما صحبت کردیم، با بزرگوارا صحبت کردیم. امروز هم ما تانستیم خدا را شکر در حدود 2500 بسته مواد غذایی پخته شده، آماده شده به این هموطنان عزیز خود برسانیم که البته برنجش را یکی از بزرگوارا همکاری کرده بودند، پولش را مؤمنین پشت سر هم کمک کردند و از طرف دیگه یک مقدار پول را بر اساس هماهنگی با مؤمنین و همکاری شما از قسم کمک های ستاد مردمی تدفین شهدا تلاش داریم و تلاش کردیم که در خدمتی هموطنهای ما قرار بگیره. این هموطنهای ما واقعا وقتی آدم ببینه دیگه فکر میکنم از دومتر از اینا شاید کسی نباشه. ایدهشان لباس نداره، ایدهشان فرش نداره، در روی سمیت میخوابن و ایدهشان همطور گفتم شاید 2 شبانه روز یا بیشتر از او گاهن غذا نمیخورن. در 4 طرفشان نه بازار است، نه خانه است، هیچ چیزی وجود نداره، در دشت خدا افتیده هستن. دیگه امیدوار هستیم انشاءالله ما بتانیم با همکاری دوستا و با همکاری همکارا چند روزی حداقل سبب شویم که اونا مواد غذایی دریافت کنن. بخیر باشین، سلام.